چگونه ابراهیم دوست خدا شد؟ نیازی نیست که اعتقادات معنوی داشته باشیم. همین که انسان هستیم کافیه برای اینکه تجربه کنیم که در لحظات مختلف زندگی جنگ بسیار بزرگی درون ما در حال وقوعه. جنگی که دو جبهه داره. دو سمت کاملا مخالف از هم. با همه این اوصاف حتی در مواقعی که تسلیم خواسته سمت شرور خودمون میشیم، اینو باید بدونیم که شیطان تسلطی بر آدم نداره، بلکه اون تنها اغواگری میکنه و این انسانها هستند که فریب اون رو میخورن و میل به گناه میکنن. در این میان کسانی که عقل اونها به تکامل رسیده و در اعمالشون ذره‌ای گمان ریا و نمایش برای غیر خدا وجود نداره و به کمک خداوند خودشون رو خالص کردند، از حیطه اغوای شیطان به دور هستند و فریب شیطان برای اونها رنگ و لعابی نداره، بلکه اونها باطن دعوت شیطان رو میبینن و در نتیجه هیچگاه میل به مقدمات لغزش در دل اونها شکل نمیگیره. ما اینجا راجع به چیزهایی حرف میزنیم که شما در غار تنهاییتون به سراغش میرید. سوالهایی که شاید هیچ کدوممون قصد مطرح کردنشون رو هیچ وقت نداشته باشیم. سوالهایی که در تاریک ترین قسمتهای غار سر به مهر موندن. اگر دلتون میخواد دنبال جواب این سوالها بگردید، به کانال غار سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید. شیطان هنگامی که از درگاه الهی طرد شد گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختی، من دنیای مادی را در زمین در نظر آنها رنگ و لعاب می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت. سپس گفت: به من بگو این کسی را که بر من برتری داده‌ای به چه دلیل بوده است؟ اگر مرا تا روز قیامت زنده بگذاری، همه فرزندانش را جز عده کمی گمراه و ریشه‌کن خواهم کرد. خداوند فرمود: برو، هر کس از آنان از تو تبعیت کند، جهنم سزای شماست. هر کدام از آنها را که می توانی با صدایت تحریک کن و لشکر سواره و پیادت را بر آنها بفرست و در ثروت و فرزندانشان شریک شو. آنان را با وعده ها سرگرم کن. اما شیطان جز فریب و دروغ وعده ای به آنها نمی دهد. اما این را بدان، تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان من نخواهی یافت و آنها هیچگاه به دام تو گرفتار نمی شوند. همینقدر کافی است که پروردگارت محافظ آنها باشد. اما چطور شد که ابراهیم دوست خداوند شد؟ چطور از پس وسوسه های شریر بر اومد؟ ابراهیم در زندگی اسماعیل رو خیلی دوست داشت، چرا که اسماعیل ثمره عمرش و پاداش یک قرن رنج و سختی هاش بود. به علاوه سالها از اون جدا بود و در فراغ اون می سوخت. با این حال زندگی اسماعیل در ظاهر و باطن در تمامی هدفها و راه های خداجویی با زندگی ابراهیم درامیخته بود. خداوند خواست ابراهیم رو در مورد اسماعیل هم امتحان کنه. امتحانی که بزرگترین و نیرومندترین انسانها رو از پا در میاره. و امتحان این بود که ابراهیم با دست خود چاقو بر گلوی اسماعیل بذاره و اون رو در راه خدا قربانی کنه. گرچه اجرای این فرمان بسیار سخته، اما برای ابراهیم که قهرمان تسلیم در برابر فرمان خداست آسانه. روزی اسماعیل که جوانی نیرومند و زیبا بود از شکار برگشت. چشم ابراهیم به قد و جمال اسماعیل افتاد. مهر پدری آن هم نسبت به چنین فرزندی به هیجان آمد و محبت اسماعیل در زوایای دل ابراهیم جای گرفت. خداوند خواست ابراهیم را در مورد همین محبت سرشار
امتحان کنه. شب شد. همون شب ابراهیم در خواب دید که خداوند فرمان میده که باید اسماعیل رو قربانی کنی. ابراهیم در فکر فرو رفت که آیا خواب خدایی است یا اغوای شیطان است. ابراهیم میخواست قلبش مالامال از اطمینان بشه و احتیاط میکرد که مبادا وسوسه‌ای در کار باشه، با توجه به اینکه پای کشتن و قربانی کردن در میان بود. شب بعد هم عین همین خواب رو دید. این خواب رو در شب سوم هم دید. یقین کرد که خواب از سمت خداونده و وسوسه‌ای در کار نیست. ابراهیم در یک دوراهی بسیار پرخطر قرار گرفت. حالا وقت انتخابه. کدوم رو انتخاب کنه؟ خدا رو یا نفس و دل خودش رو؟ اون که همیشه خدا رو بر وجود خود حاکم کرده، در اینجا هم هرچند بسیار سخت بود، به سوی خدا رفت. گرچه ابلیس سر راه اون بی امان وسوسه می کرد. مثلا به او می گفت این خواب شیطانی است یا از عقل دور است که انسان جوانش را بکشد. ابراهیم در ابتدا این موضوع رو با مادر اسماعیل هاجر در میان گذاشت. ابراهیم به هاجر گفت لباس پاکیزه به فرزندمان اسماعیل بپوشان. موی سرش را شانه کن. میخواهم او را به سوی دوستی ببرم و هاجر هم اسماعیل رو آماده کرد. نقل شده که پس از رفتن اونها شیطان به صورت پیرمردی نزد هاجر اومد و به حالت دلسوزی و نصیحت گفت آیا میدانی ابراهیم اسماعیل را به کجا می برد؟ گفت به دیدار دوستی رفتند. شیطان گفت ابراهیم او را می برد تا به قتل رساند. هاجر گفت مگر کدام پدر پسر خود را کشته است؟ مخصوصاً پدری چون ابراهیم و پسری ماننده اسماعیل. شیطان گفت ابراهیم ادعا می کند خدا فرموده است. هاجر گفت هزار جان من و اسماعیل فدای راه خدا باد. کاش هزار فرزند می داشتم و همه را در راه خدا قربان می کردم. نقل شده هاجر چند سنگ از زمین برداشت و به سوی شیطان انداخت و او را از خود دور کرد. وقتی که شیطان از هاجر مایوس شد، به شکل و قیافه پیرمرد نزد ابراهیم رفت و گفت ای ابراهیم، فرزند خود را به قتل نرسان که این خواب شیطانی است. ابراهیم با کمال قاطعیت به او رو کرد و گفت ای ملعون، تو شیطان هستی. پیرمرد پرسید ای ابراهیم، آیا دل تو میپذیرد که فرزند محبوبت را قربانی کنی؟ ابراهیم گفت سوگند به خدا اگر به اندازه ی افراد شرق و غرب فرزند داشتم و خدای من فرمان میداد که آنها را در راهش قربانی کنم، تسلیم فرمان او بودم. نقل شده ابراهیم با پرتاب کردن چند سنگ به طرف شیطان او را از خود دور ساخت. ابراهیم فرزند عزیزش، میوه دلش و ثمره یک قرن رنج و سختی هایش، اسماعیل عزیزتر از جانش را به قربانگاه منا آورد. به او گفت فرزندم، در خواب دیدم که تو را قربان می کنم. اسماعیل این فرزند با کمال که به راستی شرایط فرزندی ابراهیم را دارا بود، بیدرنگ در پاسخ گفت ای پدر، فرمان خدا را انجام بده. به خواست خدا مرا از مردان صبور و با استقامت خواهی یافت. ابراهیم آماده قربان کردن اسماعیل عزیزش شد. روحیه عالی اسماعیل پدر را در اجرای فرمان کمک می کرد. ابراهیم چاقو را بر گلوی اسماعیل می گذارد و برای اینکه فرمان خدا سریع اجرا گردد، چاقو را فشار می دهد. فشاری محکم، اما چاقو نمی برد. در همین لحظه ندای خدا به گوش ابراهیم می رسد. هان ای ابراهیم، فرمان خدا را با عمل تصدیق کردی.
همراه این ندا گوسفندی نزد ابراهیم آورده شد. ابراهیم ندایی شنید که از اسماعیل دست بردار و به جای او این گوسفند را قربانی کن. خداوند تشنه خون نیست. نمی خواهد آدم بکشد، بلکه می خواهد آدم بسازد. ابراهیم و اسماعیل با این همه ایثار و بندگی و ایستادگی در سخت‌ترین امتحانات الهی سربلند بیرون آمدند. توی این ویدیو دیدیم که قصه ابراهیم و اسماعیل قصه کشتن و خونریزی نیست، بلکه قصه از خودگذشتگی، استقامت، قربانی کردن تمایلات جسم و زیر پا گذاشتن قوی ترین ایگوها و داستان تسلیم خداوند بودن است، تا ابراهیم ها بدانند که باید این چنین به سوی خدا رفت، از همه چیز برید و مانند براده های آهن در میدان مغناطیسی وجود او قرار گرفت. چرا که تا انسان این چنین قدرتمند و مرد میدان نباشد، نمی تواند ابراهیم شود و به جایگاه دوستی خداوند برسد و به عنوان ابر انسان لایق جایگاه جانشینی خداوند در زمین شود. در حالی که خداوند بر او سلام کند و از خداوند نقل شود که سلام بر ابراهیم، ما این چنین به نیکوکاران توجه داریم، ابراهیم از بندگان با ایمان ما بود.